وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیوی لندن با من الناز کیانی سرخط خبرها. شکنجه شدن جوان گیلانی زیر شکنجه کشته شدن او فرمانده کل نیروی انتظامی قتل محمد میر موسوی در بازداشتگاه را تایید کرد. پزشکیان برای بررسی پرونده وزیر کشور را مسئول دانست. ادامه فشارهای امنیتی بر دانشگاه. کمیته‌های انضباطی برای 10 دانشجو در 2 هفته گذشته حکم صادر کردند. مجمع دانش آموختگان دانشگاه شریف خواستار به رسمیت شناختن استقلال دانشگاه ها شد. 1000 تومن بوده الان کردنش 5500. پدر مردم در بیاد ایبی نداره. فقط اینا سرفراز باشن که موشک می‌سازن واسه اسرائیل. اعتراض مردم به موج جدید گرانی نان. شهروندان از افزایش نرخ و کاهش کیفیت نان ابراز نارضایتی می‌کنند. همچنین در ادامه این بخش خبری، گزارش CNN از تلاش جمهوری اسلامی برای حملات سایبری تهران. بارها برای دسترسی به اطلاعات روزنامه‌نگاران و مقام‌های رسمی آمریکایی تلاش کردند. در پی انتشار گسترده ویدیویی از پیکر محمد میر موسوی، جوان اهل گیلان که زیر شکنجه ماموران امنیتی کشته شد، دادستان لاهیجان گفته 5 مامور نیروی انتظامی در این رابطه بازداشت و به زندان معرفی شدند. بنابر گزارش‌ها، محمد میر موسوی 36 ساله روز شنبه 3 شهریور ماه در بازداشتگاه فرماندهی انتظامی بر اثر شکنجه ماموران کشته شد. ویدیوهای منتشر شده از پیکر بیجان این جوان به شدت دلخراش است و نشان می‌دهد که سراسر پیکر او زخمی و به شدت آسیب دیده. رئیس شورای اطلاع رسانی دولت از بررسی تمامی جوانب به حادثه رخ داده در لاهیجان خبر داده. الیاس حضرتی گفته مسعود پزشکیان رئیس جمهور به وزیر کشور دستور داده با تشکیل و اعزام کمیته‌ای به لاهیجان نتایج بررسی خود را در اسرع وقت به هیئت دولت اعلام کند. احمد رضا رادان فرمانده کل انتظامی کشور با تایید قتل جوان گیلانی برای بررسی کشته شدن میر موسوی دستور ویژه صادر کرده. مرکز اطلاع رسانی پلیس در گزارش اضافه کرده تیم تخصصی بازرسی کل فراجا از 3 روز پیش در محل حادثه مستقر شده. قتل محمد میر موسوی در بازداشت بازتاب گسترده‌ای داشته در رسانه‌های اجتماعی. آذر منصوری رئیس جبهه اصلاحات در حسابش در شبکه اجتماعی ایکس قتل میر موسوی را فاجعه خوانده. او ابراز امیدواری کرده عاملان شکنجه و مرگ جوان گیلانی مجازات و رفتارهای غیرقانونی و غیرانسانی در بازداشتگاه‌ها به پایان برسد. علی مشتهدزاده وکیل همین قتل را جنایت توصیف و تاکید کرده آمران و عاملان قتل میر موسوی جنایتکار و در خور مجازاتند. این حقوقدان خواستار رسیدگی عادلانه رئیس قوه قضاییه به این پرونده شده. رضا حاجی حسینی روزنامه‌نگار میگوید محمد میر موسوی هم مانند بسیاری موارد دیگر قربانی جنایت بدون عقوبت حکومت شده. دادستان لاهیجان گرچه که از عبارت فوت شدن استفاده کرده اما گفته است که 5 نفر در جریان این ماجرا بازداشت شدند. شعبه ویژه‌ای قرار است رسیدگی بکنه به در واقع قتل مشکوک سید محمد میر موسوی در بازداشتگاه، منتها خب نام او اضافه میشه به لیست بلند بالایی از افرادی که در طول سالهای حکومت جمهوری اسلامی زیر شکنجه و در بازداشتگاه ها جان خودشون را از دست دادند. زهرا کاظمی، ستار بهشتی، سارو قهرمانی و ده ها و چه بسا صد ها نام دیگه که ما در این لیست و فهرست داریم و اینها همه قربانی این وضعیتند که میشه از اون به عنوان جنایت بدون عقوبت نام برد. یعنی موارد متعدد اتفاق افتاده از چنین جنایاتی پشت درهای بسته و بعد با توجه به اینکه اینها رسیدگی نشده، عاملان و آمرانشون توبیخ نشدند، مجازات نشدند، عملا فضای ایجاد شده که میبینیم به سادگی این جریان تکرار میشه. نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از ایران.
روابط عمومی سپاه پاسداران در اصفهان از کشته شدن دومین افسر خود در یکی از کارگاه‌های متعلق به سپاه در این استان خبر داد. مشتبه نظری و مختار مرشدی دو افسر سپاه پاسداران هستند که در این حادثه کشته شدند. سپاه پاسداران علت این حادثه را نشت گاز عنوان کرده. بر اساس این گزارش رسمی 9 تن از اعضای سپاه در این حادثه مجروح شدند. همزمان با ادامه اعتراض پرستاران در بیمارستان‌های دولتی، نایب رئیس شورای عالی نظام پرستاری گفته به هر بیمارستانی که نگاه کنیم گروهی از پرستاران مهاجرت کردند، یک سری هم برای مهاجرت در حال یادگیری زبان هستند. در همین حال وزیر بهداشت گفته به سازمان برنامه بودجه دستور داده شده که هر چه سریع‌تر مشکلات پرستاران را حل بکنند. زهرا رهنورد از رهبران محصول جنبش سبز در پیامی از حصر خانگی از وضع حقوق زنان در ایران انتقاد و تاکید کرده بدون رفع شکاف‌های جنسیتی و احقاق حقوق زنان و بدون شناسایی حقوق برابر همه شهروندان وفاقی در ایران رخ نخواهد داد. رهنورد از یورش مغلوار حاکمیت به زنان نوشته حجاب اجباری را نماد خودکامگی خوانده و خواستار لغو قانون حجاب اجباری شده است. مطهر گونه‌ای دانشجوی محکوم به زندان از صدور احکام انضباطی برای بیش از 10 دانشجو در 2 هفته گذشته خبر داده. مطهر گونه‌ای نوشته وزیر علوم گفته اولویتش بازگرداندن امید و نشاط و احترام و کرامت انسانی است، در حالی که در همین 2 هفته بیش از 10 دانشجو در کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها حکم گرفتند. مطهر گونه‌ای دانشجوی دندانپزشکی که پیش از این زندانی و از دانشگاه اخراج شده به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل 1 سال حبس تعزیری محکوم شده است. ریحانه ابراهیم بندی دانشجوی کارشناسی مشاوره دانشگاه الزهرا با حکم کمیته انضباطی این دانشگاه به اتهام نشر اکاذیب و ایجاد آشوب و بلوا به 2 ترم محرومیت از تحصیل با احتساب سنوات محکوم شد. او گزارش داده ترم گذشته هم در روند غیرقانونی با ابلاغ شفاهی از ورود به دانشگاه منع شده و پیگیری های او تا کنون بی نتیجه بوده است. کیانه بنی هاشمی دانشجوی ارشد مدیریت دانشگاه تهران هم از محرومیت نیم سال تحصیلی خود خبر داده. مجمع دانش آموختگان دانشگاه صنعتی شریف در حمایت از بازگشت استادان به دانشگاه ها بیانیه منتشر کرده. در این بیانیه از وزارت علوم خواسته شده دانشجویان ستاره دار، استادان اخراجی و اساتید دانشگاهی که به دلیل مواضع سیاسی از تدریس منع شدند به دانشگاه ها بازگردند. مجمع دانش آموختگان دانشگاه صنعتی شریف از وزارت علوم و دیگر نهادهای حکومتی خواسته استقلال دانشگاه ها و آزادی علمی را به رسمیت بشناسند و از آن حمایت کنند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران گفته دانشگاه به شرطی می تواند کشور را نجات دهد که به دور از هر نوع گرایش و سلیقه ای عمل شود. پزشکیان از وزیر علوم خواسته استادان و دانشجویان اخراج شده به دانشگاه‌ها بازگردند. دانشگاه میتونه مملکت ما رو نجات بده. یه شرط داره. به علما و دانشمندان و نخبگان به دور از هر گونه سلیقه و عقیده و باور احترام بذاریم. به دور از هر نوع گرایش احترام بذاریم. اون استادی که من علمنی حرفان فقط سیرنی عبدا، کسی که یک کلمه به من یاد بده من رو بنده خودش میکنه، اون وقت ما اساتیدی که ما رو به اینجا رسوندن یه همینه یه آدم جوون رو میاریم رئیس اونا میکنیم، بعد بی احترامی هم به این اساتید میکنن. بی احترامی خیال میکنه کسی شده. تا دیروز مثلا اگه یه استاد نبود من به اینجا نمیرسیدم. حالا یه استاد رو تحویل نمیگیرم، 4 تا حرف به اصطلاح آنچنانی هم بهش میگم. من از وزیر محترم، البته وزیر بهداشت درمان، دیروز به آموزشم گفتم همه اون اساتیدی که حالا به هر طریقی مثلا دانشگاه بهشون لغو قرارداد کردن، نمیدونم بیرون کردن، اخراج کردن، بازنگری کنید، دانشجوها رو برگردونید. دانشجو حق حرف میزنه، اعتراض میکنه، من باید جوابشو بدم. مشابه هاشمی تحلیلگر سیاسی از مونیخ به ما پیوستن، خوش آمدید. آقای هاشمی، صدور احکام انضباطی برای دانشجویان در آستانه دومین سالروز قتل مهسا ژینا امینی و البته بازگشایی دانشگاه ها میدونیم که ادامه داره، فکر میکنید دلیلش چیه؟
درود بر شما. خب سرکوب دانشجویان از بعد از جنبش زن زندگی آزادی و پیوستن اکثریت دانشجویان به این جنبش به نوعی ادامه داشته و شاید در زمانی کمتر بوده، شاید در زمانی برخی از احکام لغو شده باشند، ولی تا کنون این روند ادامه داشته بیوقفه و روند خالص سازی دانشگاه ها تقریبا از 2 سال پیش آغاز شده. برخورد با دانشجویان هم با در واقع بخشنامه کمیته های انضباطی دانشگاه عملا دانشگاه رو به یک مکانی مثل پادگان تبدیل کرده بودند. حالا آقای پزشکیان با این اظهاراتشون در واقع مدعی هستند که میخواهند یک تغییر ایجاد بکنند. با این وجود باید دید که ادامه روند به کجا می رود، ولی اظهارات آقای پزشکیان با آنچه در واقعیت در حال وقوع هست اختلاف بسیار زیادی دارد. چقدر استقرار دولت پزشکیان فکر می کنید می تونه وضع امنیتی و نگاه امنیتی به دانشگاه رو تغییر بده؟ ببینید، آقای پزشکیان الان آقای سیمای صراف رو معرفی کردن به عنوان وزیر علوم. خب آقای سیمای صراف از شاید 1 دهه پیش در موضوعاتی از جمله پرونده اساتیدی که از دانشگاه اخراج می شدن، ایشون در اون کمیته در وزارت علوم نظر می داد. به نوعی ایشون خودش یکی از متصدیان است که وضعیت رو در دانشگاه ها مدیریت کرده به این نحو که برای خالص سازی دانشگاه ها و تبدیل دانشگاه ها به جای شبیه حوزه اقدام کرده. حالا این فرد در رأس وزارت علومی قرار گرفته که میداند که در دانشگاه ها اولویت ها با نهادهای فرادستی دانشگاه است، اولویت با نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه است، اولویت با وزارت اطلاعات است. اگر اینها بخوان در دانشگاه کاری را انجام بدن، مدیریت دانشگاه عملا توانایی ایستادن در برابر اونها رو نخواهد داشت و در نهایت ممکن است که این روند با وجود اظهارات آقای پزشکیان ادامه داشته باشد. سپاسگزارم از شما. همراه بودیم با مشتبه هاشمی، تحلیلگر سیاسی از مونیخ. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. کشته شدن جوان گیلانی زیر شکنجه. فرمانده کل نیروی انتظامی قتل محمد میر موسوی در بازداشتگاه را تایید کرد. پزشکیان برای بررسی پرونده وزیر کشور را مسئول کرد. ادامه فشارهای امنیتی بر دانشگاه. کمیته‌های انضباطی برای 10 دانشجو در 2 هفته گذشته حکم صادر کردند. مجمع دانش آموختگان دانشگاه شریف خواستار به رسمیت شناختن استقلال دانشگاه ها شد. همزمان با گزارش‌ها از افزایش نرخ نان در ایران، شهروندان با ارسال پیام به ایران اینترنشنال مشاهده های خود را روایت می‌کنند. شهروندان در پاسخ به پرسش ایران اینترنشنال گفتند که نرخ نان بار دیگر گران شده و کیفیت آن هم پایین آمده. پیشتر خبرگزاری های داخلی اعلام کردند نرخ نان دست کم در تهران 2 برابر شده و قیمت این کالای اساسی در 10 استان دست کم 25% افزایش داشته است. درود به شبکه خوب اینترنشنال. بله، من 2 روز پیش نان گرفتم به تعدادی که همیشه میگیرم، نون لواش. البته کوچیکم شده، گرونم شده، نونام خیلی بیکیفیت هستن، اصلا خیلی از افتضاح است. آدم بعدش میاد بخوره، ولی دیگه مجبوریم. اینم هدیه آقا پزشکیان بود، دستشون درد نکنه. نون اینجوری داره گرون میشه که به صورت رسمی خیر 100 تومانی هم نرفته روش. یعنی دولت میخواد اینجوری نشون بده که ما نونو گرون نکردیم، ولی یه اتفاقی داره میفته. اون اتفاق چیه؟ نونوایی ها داره تبدیل به آزاد پز میشه. یعنی دیگه اینجوری شده که حتی تو کلان شهرها ما باید بگردیم که نونوایی هایی که دولت بهشون آرد دولتی میده رو پیدا کنیم، که واقعا این کاری نیست که بخوام هر روز انجام بدیم و داریم از نونوایی آزاد پز خرید میکنیم. و بله، میشه گفت گرون شده، چون دیگه نون با
نونوای دولتی اصلا پیدا نمیشه. به این صورت دارن گرون میکنن. باهوشانه میتونم بگم دارن گرون میکنن که صدای مردم در نیاد، ولی خب حقیقت چیزی دیگه. در خصوص گرانی نان واقعا هممون داریم حس میکنیم. دقیقا 20 روزی ما پیش قیمتی نونی که داشتیم میخریدیم با قیمت الان زمین تا آسمون فرق میکنه. چند روز پیش که صف نونوایی وایستاده بودم دیدم که یعنی توجه اون جلب کرده با اون دستگاهی که دولت واسهشون داده بوده که برسه این دستگاه نرخا تعیین کرده بودن. حالا واسهشون نون کشید، مثلا نون ساده یه بار میزد، کنجده یه بار میزد، یه مشمع میزد. من خیلی کنجکاو شدم. بعد امروز صبح که رفتم صف نونوایی وایستادم گفتم ببینم کارت رو نارو میخواستم نون بگیرم ببینم همینجوری هست یا نه. بعد نگاه کردم دیدم کارت رو کشید و گفتم دو تا نون میخوام. کارت رو کشید و دیدم یه دونه بالا ساده رو زد، یه دونه کنجدی رو زد، یه دونه دو تا دفعه پلاستیک رو زد. بعد متعرض شدم گفتم آقا پلاستیک من نمیخوام، شما پلاستیک رو زدید. گفتم من پلاستیک نزدم. گفتم من دیدم پلاستیک رو زدی. گفت نه آقا پلاستیک بس نکن. گفت بسی بات ندم خلاص یه زباشون بس میگیره. گفت برو با تو شکایت کن هر کار دوست داری بکن همینه که هست. 3000 تومن بوده الان کردنش 5500. یه ذره کنجد فرستادن روش گفتن 5500. حالا کنجد در بین رفته همون 5500. یه ذره کنجد اضافه بکنن میشه 10000 تومن. بعدم که کلا دارن قطع میکنن مال رمزارزایی که دارن استخراج میکنن راحت تر مال مایناراشون هزینه نکنن. از دل ملت بکنن، از چشم ملت بکنن، از جیب ملت بکنن. پدر مردم در بیاد ایبی نداره، فقط اینا سرفراز باشن که موشک میسازن واسه اسرائیل. حالا ببینیم تکلیفشون عاقبتشون چی میخواد بشه. خوشسالی کامل دارن میکنن ایشالا به قوت الهی ایشون از بین میره این آخونده باحال. سلام. بله من گیشا میشینم. سنگک دونه 5000 تومانی الان شده 10000 تومان. رضا قبی روزنامه‌نگار اقتصادی از چگونگی گران شدن نرخ نان در کشور گفت و آن را روندی مدیریت شده برای کنترل اعتراض‌های اشتباهی دانست. اما در سال گذشته آمدن و تعیین نرخ نان رو به صورت استانی کردن و همین باعث شد اطلاع رسانی در موردش هم ضعیف‌تر بشه و عملا نهادها و دستگاه‌های مسئول شانه خالی بکنن از زیر بار اطلاع رسانی و استانها رأساً تصمیم میگیرن که به چه میزان نان رو بخوان گرون بکنن و قرار بود بر اساس هزینه ها و شرایط هر استانی قیمت نان افزایش پیدا کنه، ولی دلیلی هم که برای تفکیک و جز جز کردن و استانی کردن برای افزایش قیمت نان اعلام کردن همین بود. اما شاهد هستیم در گام نخست که 10 استان افزایش پیدا کرد همه به میزان 25% افزایش دادن قیمت رو و این نشون میده که قیمت گذاری همچنان دستوری است. افزایش قیمت نان هم دستوری است ولی به صورت متناوب در شهرها و استانها با پراکندگی جغرافیایی مختلف داره انجام میشه تا یک مقدار از اون ضرب آهنگ واکنش های اجتماعی کاهش پیدا بکنه، احتمال اعتراضات اجتماعی رو به حداقل برسونن. به تدریج در یک بازه زمانی یک الا دو ماهه نان رو دارن در سراسر کشور گران میکنن و امروز هم من دیدم در یکی از خبرگزاری ها فرزگزاری قوه قضایی اتفاقا زده بود که نان در تهران به صورت غیر رسمی 100% افزایش پیدا کرده قیمت. واکنش‌ها به سخنان دو روز پیش مسعود پزشکیان درباره نرخ بنزین ادامه دارد. روزنامه فرهنگ‌تگان در گزارشی نوشت دولت برای جبران تفاوت تولید و تقاضای بنزین در سال جاری 2 ماه درآمد نفتی را صرف واردات بنزین می‌کند. فرهنگ‌تگان با تاکید بر ناتروزی بنزین در سال‌های گذشته نوشته دولت رئیسی 3 میلیارد دلار صرف واردات بنزین کرده. این گزارش اضافه کرده با رسیدن ناتروزی بنزین به روزانه 21 میلیون لیتر واردات بنزین به 6 میلیارد دلار در سال خواهد رسید و در 10 سال آینده ایران مجبور خواهد بود کل درآمد نفتی خود را برای واردات بنزین صرف کند. مسعود پزشکیان دو روز پیش و با اظهار نظری درباره افزایش قیمت بنزین، واردات بنزین با دلار آزاد و فروش آن با قیمت یارانه‌ای به مردم را غیر منطقی دانست. پزشکیان گفت دولت پول دارو و گندم و نهادهای دامی و حقوق بازنشسته‌ها را ندارد. نمیتواند بنزین را با دلار 50000 تومان بخرد و 10000 تومان بفروشد. هیچ منطقی وجود نداره ما بنزین رو بخریم به قیمت مثلا دلار آزاد بیاییم بفروشیم به قیمت مثلا سوبسید دار. حالا اونی که میدیم بدیم. حالا خود این جای بحثه. آیا باید بدیم؟ علم اقتصاد، دانشمندان، تجربه بین المللی این حرف رو هم قبول میکنن. این اقتصاددان های ما هستن، کارشناس های ما هستن، باید بلند شن و نسبت به این
سیاست های نادرستی که اجرا میکنیم اعتراض کنم. حالا اون اعتراض نمیکنن. من پول گندم ندارم، پول دارو ندارم، پول نهاده ندارم، پول به اصطلاح حقوق بازنشسته رو ندارم، اون وقت بنزین رو میخوانم دلاری 50 تومن میفروشم 10 تومن. کدوم منطقی این رو از ما قبول میکنه که ما داریم این کار میکنیم؟ رئیس پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز میگوید راه حل مشکل ناترازی بنزین پیاده سازی طرح سهمیه بندی و اختصاص سهمیه مشخص به هر فرد بر اساس کد ملی است. اسماعیل کفایتی هدفمندی یارانه ها را که در گذشته اجرا شده اقدامی مناسب توصیف کرده و گفته سهمیه بندی بنزین باید با هدف عدالت خواهانه در دستور کار قرار بگیرد. او در این حال از پیامدهای اجتناب ناپذیر این طرح و لزوم چاره اندیشی درباره آنها گفته. احمد علوی استاد دانشگاه اقتصاددان میگوید حاکمیت به شکل سیستماتیک و آگاهانه منابع کشور را در خدمت ستیزه با غرب، مناسبات خارجی و جنگ‌های نیابتی قرار داده که این مسائل باعث تخریب اقتصاد کشور شده. پزشکیان خیلی تاکید میکنه به اینکه منابع رو در اختیار نداره. منابع وجود داره، اما منابع در طی این 40 سال بنا به دلایل که به هر حال میشه حد زد که چیا هستن، از جمله اقتصاد رانتی، از جمله ستیزه با غرب و به هر حال جنگ های نیابتی به رانت داده شده به یک گروه های در جامعه و به جای اینکه در تولید سرمایه گذاری بشه. بنابراین شناخته شده است دلیلش. و البته ناترازی در بازار بنزین تنها ناترازی اقتصاد ایران نیست، ما ناترازی داریم در عرصه فرض کنید بودجه، ناترازی بانک ها، ناترازی آب، ناترازی برق و سایر ناترازی ها. خب باید این مسئله چطوری به وجود آمده؟ این مسئله گویا یک حاکمیتی بوده به شکل سیستماتیک و آگاهانه اقدام برای تخریب اقتصاد ایران. و البته این شگفت‌آورم نیست. چرا؟ به این دلیل که این انتخاب حاکمیت بوده، این چیزی نبوده که از روی تصادف یا ناگهانی یا از آسمان یا از زیر زمین فراهم آمده بشه. چرا؟ حاکمیت ولایی اساساً منابع رو در اختیار میگیره، به طور آگاهانه سرمایه گذاری نمی کنه در رفاه عمومی، به روی امور تولیدی. هم و غمش کجاست؟ اینکه فرقه شیعه ولایی رو صادر کنه به این جهان و اون جهان و البته ایجاد جنگ های نیابتی، ستیزه با غرب و به هر حال اموری که میدانیم، دادن رانت به گروه های خاصی در داخل ایران برای اینکه از حاکمیت دفاع بکنن، همون گروه هایی که میدانیم، مثلا حداد عادل با اون بنیاد سعدیش پول زیادی رو میبله، یا فرضاً جامعت صادق یا جامعت المصطفی، یا فرض بکنیم همین مقبره خمینی که ما میبینیم. خب اگر این منابع سرمایه گذاری شده بود به طور بلند مدت در امور تولیدی، این ناترازی ها وجود نداشت و این امر ناآگاهانه بوده. چرا؟ برای اینکه اولویت، تاکید میکنم، اولویت حاکمیت همین امور فرقه‌ای است و نه امور سازنده و مربوط به رفاه عمومی. CNN در گزارش اختصاصی از عملیات سایبری جمهوری اسلامی علیه یکی از مقام‌های سابق آمریکایی و از معتمدان جان بولتون خبر داده. در این گزارش شیوه عملیاتی جمهوری اسلامی با جزئیات بررسی شده. شرکت مایکروسافت هم اعلام کرده که هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی اهدافی را در حوزه‌های نفت و گاز، ارتباطات و ماهواره در ایالات متحده و امارات متحده عربی هدف حمله سایبری قرار دادند. محققان مایکروسافت میگویند مهاجمان با تهیه اشتراک‌های جعلی توانستند از زیرساخت ابری این شرکت بهره ببرند. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنیم با سمیرا قرایی از مقابل کاخ سفید با ما همراه شده. سمیرا، CNN دو مورد هک رو مستند کرده. عملیات جمهوری اسلامی چه بوده؟ با چه ترفندی قصد داشته که هک بکنه؟ همینطور بیشتر برام بگو از این گزارش مایکروسافت از حمله هکری به امارات و آمریکا. حتماً الناز، چند هفته پیش خبری آمد مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی و نیروهای سایبریش، هکرهای سایبریش وابسته به سپاه پاسداران تونستند ایمیل یکی از نزدیکان آقای ترامپ رو هک بکنند، به اطلاعات درون کمپینی دست پیدا بکنند و اون رو در اختیار رسانه‌ها و مطبوعات مختلف ایالات متحده قرار بدن. از اونجا به بعد برخی از این رسانه‌ها مثل نیویورک تایمز تصمیم گرفتن که این اطلاعات رو منتشر بکنند یا
نه این بحث‌ها اینجا در ایالات متحده بسیار داغ بود. حالا CNN در یک گزارش اختصاصی داره به این میپردازه که قبل از این اتفاق، قبل از هک شدن ایمیل آقای راجر استون از نزدیکان آقای ترامپ، موارد دیگری هم بوده. یکی مشخصاً برمیگرده به ابتدای تابستان سال 2022، یعنی دو سال پیش، که یکی از نزدیکان آقای بولتون، از معتمدان جان بولتون، ایمیلش مورد هک قرار میگیره و هکرهای جمهوری اسلامی میتونند فهرست کانتکت ها، ارتباطات این فرد روی ایمیل رو پیدا بکنند و بعد خودشون رو به عنوان یکی از استادان دانشگاه جا بزنند و بگند که من آمدم یک کتابی نوشتم راجع به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و کره شمالی، برای 6-7 نفر این ایمیل رو بفرستن، بگن این لینک کتاب من هست، بخون و نظرت رو بده. در صورتی که این لینک کتاب در واقع این افراد رو، این 6-7 نفر رو وارد یک صفحه می‌کرده که از اونجا یک بدافزار روی کامپیوتر اینها نصب می‌شده. گذشته از این، مورد دومی که CNN مشخصاً تونسته نگاه بکنه اون ایمیل رو و راستی آزمایی بکنه، در ابتدای همین امسال هست که این بار جمهوری اسلامی یکی از شخصیت‌های دموکرات، نزدیک به حزب دموکرات رو هدف قرار می‌گیره. یک دیپلمات سابقی هست، برای او ایمیلی زده میشه و به او میگند که با توجه به شرایط بسیار پرتنش اسرائیل و فلسطین، بیاید یک ساعت برای ما و مخاطبان ما صحبت بکنید. لینکی رو هم قرار داده بودن. این دیپلمات سابق که ما اسمش رو نمیدونیم و معلومم نیست که این عملیات هک موفق شده یا نه، بلافاصله به FBI خبر میده. این داستان دقیقاً همون دورانی داره رخ میده که آقای ملی معلق شد قرار دادش و به مرخصی بدون حقوق رفت. بعدتر فهمیدیم که او هم بحثش ممکنه بحث هک باشه. با این همه به روشنی میدونیم که این فرد رو سفیر خطاب کردن و آقای ملی سفیر نیست، ولی میشه به این نتیجه رسید که در ابتدای امسال جمهوری اسلامی چندین نفر رو نزدیک به حزب دموکرات، گذشته از این آقای سفیر، مورد هدف قرار داده بوده. اینها گزارش‌های CNN هست. معتقدند که فقط بحث حمله به زیرساخت یا گرفتن باج آنلاین نیست، بحث اینه که جمهوری اسلامی دنبال اطلاعاتیه که بعد بیاد این اطلاعات رو در اختیار رسانه قرار بده یا در شبکه اجتماعی بخواد منتشر بکنه و از این طریق در جامعه ایالات متحده تفرقه ایجاد بکنه. چند ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری، همون کاری که روسیه در سال 2016 میکرد. همین روزی که CNN این خبر رو منتشر کرد، مایکروسافت هم اومد گزارش خودش رو منتشر کرد. در بازه زمانی ماه آوریل تا ماه ژوئیه، برای 4 ماه، مایکروسافت آمده بررسی کرده فعالیت‌های یک گروه هکری به اسم بادهای شنی هولو که با نام بچه گربه‌های ملوس هم شناخته می‌شدند. اینکه اینها چطور در امارات متحده عربی و ایالات متحده زیرساخت‌های دولتی، ماهواره‌ای و نفت و گاز رو مورد حمله قرار دادن تا اطلاعات جمع‌آوری بکنند، یک بدافزار رو می‌فرستادن. خیلی شیوه کلاسیکی رو استفاده می‌کردن، بدافزاری به اسم تیکلر بوده و از همون آزور یا شبکه ابری مایکروسافت اینها برای هک استفاده می‌کردند. الناز، متشکرم از توضیحات سمیرا قرایی، همکارم از مقابل کاخ سفید در ایالات متحده همراه ما. در اینجا نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از گوش و کنار جهان. مقام‌های ژاپن از میلیون‌ها شهروند این کشور خواستند به دلیل طوفان شانشان خانه‌های خود را ترک کنند. این طوفان با سرعت حدود 200 کیلومتر در ساعت و بارش شدید باران جنوب غرب ژاپن را در نبرد دیده و باعث قطعی برق و تعطیلی کارخانه‌های مهم شده. دست کم 3 نفر بر اثر طوفان جان باختند، تعداد زیادی هم مجروح شدند. کیر استارمر، نخست وزیر بریتانیا، پس از آلمان به فرانسه رفته. سفر استارمر به آلمان و فرانسه با هدف ارتقای روابط با اتحادیه اروپا انجام شده. روابط میان لندن و اتحادیه اروپا در دوره محافظه‌کاران و خروج بریتانیا از این اتحادیه با مشکلات متعددی مواجه شد. مشاور امنیت ملی کاخ سفید و یک دیپلمات ارشد چین درباره تماس تلفنی یا گفتگوی مجازی جو بایدن و شی جین پینگ در هفته‌های پیش رو گفتگو کردند. این گزارش پس از دیدار طولانی وزیر خارجه چین و مشاور امنیت ملی آمریکا در پکن مطرح شد. دو طرف در این دیدار بر سر تماس‌های ویدیویی بین مقام‌های ارشد نظامی دو کشور هم توافق کردند. روزنامه آمریکایی هیل در گزارشی راه‌ها و جاده‌های منتهی به تأسیسات غنی‌سازی هسته‌ای در نتنز را بررسی کرده و نوشته تمام جاده‌ها در ایران به این تأسیسات اتمی منتهی میشه. هیل نوشته این جاده‌ها از نتنز به صورت شبکه عنکبوتی
به ده ها پایگاه تسلیحات هسته‌ای دیگر در سراسر ایران متصل می شوند. در این گزارش تاکید شده جمهوری اسلامی مصمم است به آخرین مرحله از هسته‌ای شدن برسد. این روزنامه خرید هرچه بیشتر زمان را راهکار جمهوری اسلامی برای هسته‌ای شدن توصیف کرده. مریم رحمتی همکارم از نیویورک در ارتباط با ما همراه شده برای جزئیات بیشتر. مریم، این روزها یک بار دیگه هشدارها در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی افزایش پیدا کرده. گزارشی که نشریه هیل منتشر کرده در واقع درباره هشداری هست که به دولت بایدن میده و میگه که باید هرچه زودتر این رفتار دیپلماتیک یا این پروسه دیپلماتیکی که با جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر داره رو متوقف بکنه و یک موضع سخت‌تری رو در مقابل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اتخاذ بکنه. این مقاله اشاره میکنه به اینکه چطور جمهوری اسلامی در تلاشه که به پایان یک بازی هسته‌ای برسه و به سلاح اتمی دست پیدا بکنه. هیل نوشته که جمهوری اسلامی به زمان بیشتری نیاز داره تا به هدفش برسه و برای همین هستش که حالا برای خرید زمان بیشتر به تاکتیک استراتژیک جمهوری اسلامی تبدیل شده تا بتونه این زمان رو به دست بیاره. برای در واقع این موضوع در این مقاله نوشته شده که تهران به همین دلیل از حمله تلافی جویانه فوری علیه اسرائیل پس از کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران خودداری کرده و اگر هم این حمله در آینده نزدیک رخ بده احتمالاً محدود و نمادین خواهند بود. نویسندگان این مقاله استدلال می‌کنند که خرید زمان بیشتر از غرب ممکنه پایه و اساس اظهارات جدید خامنه ای هم باشه که گفته بود از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با واشنگتن بی ضرر هسته، چون مذاکرات جدید میان واشنگتن و جمهوری اسلامی میتونه زمان بیشتری رو برای ساخت سلاح هسته‌ای به جمهوری اسلامی بده و این موضوع خیلی نگرانی ها رو در میان در واقع کارشناسان اینجا در آمریکا و همچنین مقامات سازمان ملل برانگیخته. با اینکه میدونیم که واشنگتن هنوز برای این مذاکرات چراغ سبزی نشون نداده و در این مقاله گفته شده که با اینکه غرب به دیپلماسی در برابر برنامه هسته‌ای روی آورده، فیل بزرگ هسته‌ای ایران روی در حال رشد و رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم تلویحاً تایید کرده که جمهوری اسلامی به دنبال دستیابی سلاح هسته‌ای هستش. با این حال به گفته نشریه هیل دوگانگی دیپلماتیک همچنان ادامه داره و زمان این رسیده که واشنگتن یک موضع جدید و سختری رو اتخاذ بکنه. همچنان در این مقاله گفته شده که این موضوع زنگ خطر در کنگره آمریکا رو هم به صدا در آورده و قانونگذاران بر این باور هستند که جمهوری اسلامی تا آخر سال 2024 میلادی به سلاح هسته‌ای دست پیدا میکنه. مرسی مریم. مریم رحمتی همکارم از نیویورک همراه ما. در دومین روز از حملات ارتش اسرائیل به کرانه باختری 5 فلسطینی مسلح کشته شدند. ارتش اسرائیل میگوید یکی از افراد کشته شده محمد جابر، معروف به ابو شجاع، فرمانده شاخه محلی جهاد اسلامی فلسطین است. بر اساس بیانیه اسرائیل، ابو شجاع طراحی بسیاری از حملات تروریستی و درگیری‌های مسلحانه را بر عهده داشته. رسانه‌های فلسطینی هم از بازداشت محمد قصص از اعضای شاخه محلی جهاد اسلامی در حمله اسرائیل به طولکرم خبر دادند. یک مقام اسرائیلی در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال تاکید کرده عملیات در کرانه باختری با هدف فشار بر حماس ادامه خواهد داشت. این مقام اسرائیلی گفته گروه‌های مسلح فلسطینی با پشتیبانی جمهوری اسلامی در شهرها و اردوگاه‌های پناهندگان در کرانه باختری پایگاه، تجهیزات نظامی و دوربین‌های دیده‌بانی دارند. او اضافه کرده جمهوری اسلامی پول، اسلحه و آموزش در اختیار شبه نظامیان کرانه باختری قرار داده. بر اساس این گزارش، تشکیلات خردگردان فلسطینی هیچ حضور نظامی در جنین و اردوگاه‌های فلسطینی ندارد. حماس با آتش بس انسانی در نوار غزه برای انجام واکسیناسیون کودکان در برابر فرج اطفال موافقت کرده. سخنگوی حماس اعلام کرده مدت زمان این آتش بس 3 تا 5 روز خواهد بود. شب گذشته هم کانال 13 اسرائیل گزارش داده اسرائیل آتش بس موقت بشر دوستانه در نوار غزه را به منظور تسهیل واکسیناسیون فلج اطفال تایید کرده است. وزارت بهداشت غزه اعلام کرده 601
40,000 نوزاد یک روزه تا کودک 10 ساله قرار است که واکسینه بشوند. آنچه که قبلا می‌دانستیم این بود که جمهوری اسلامی پس از جنگ در غزه و ناتوانی حماس و اینکه توانایی‌ها و موشک‌های حماس دیگر وجود ندارد رو به کرانه باختری آورده و تلاش می‌کنه که کرانه باختری را شاید به غزه دیگر تبدیل بکنه. اما این مقام اسرائیلی که با ایران اینترنشنال صحبت می‌کنه می‌گوید که از 2.5 سال پیش تا کنون آنچه را که جمهوری اسلامی تلاش می‌کنه در کرانه باختری انجام بده بسیار بیشتر از آنچه هستش که ما تا کنون می‌دانستیم، از رساندن سلاح تا آموزش‌های نظامی، هماهنگی‌ها، مدیریت و حتی دوربین‌های مدار بسته، بمب‌ها و بسته‌های انفجاری را جمهوری اسلامی در اختیار شبه نظامیان قرار میده. زیاد هم براش فرقی نمی‌کنه که این شبه نظامیان از کدوم سازمان باشن، از حماس، جهاد اسلامی، صفت، حتی شبه نظامیانی که از 10-20 نفر بیشتر تشکیل نمیشن، همه اینها را جمهوری اسلامی تلاش می‌کنه که در زیر پوشش خودش دراره و از اونها بر راه منافع خودش استفاده بکنه. اما در اینجا باید این را هم بگویم که یکی مسئله مهمی که هستش موضوع تشکیلات خودگردان فلسطینی هستش. تشکیلات خودگردان فلسطینی به گفته این مقام اسرائیلی هیچ حضور نظامی در جنین، در تورکارم و در اردوگاه‌های پناهندگانی که این شبه نظامیان در اونها فعالیت دارن نداره و حتی پلیس‌های راهنمای رانندگی خودش را نیز به این مناطق نمیفرسته. نباید فراموش بکنیم که جنگی که بین حماس و حکومت خودگردان فلسطینی در گرفت باعث این شد که این دو از هم جدا شدن و نوار غزه یک حکومت جدایی برای خودش تشکیل داد. در کنار اون این مقام اسرائیلی میگوید که جنگ در باریکه در کرانه باختری همچنان ادامه خواهد داد. اسرائیل ددلاینی، یعنی یک زمان پایانی برای پایان دادن به این عملیات گسترده نداره و تا وقتی که به همه اهداف خودش نرسه این عملیات ادامه پیدا خواهد کرد. در حال حاضر در جنین، در طولکارم و در مکانهای دیگری در اردوگاه‌ها همچنان عملیات گسترده در اسرائیل ادامه داره. حتی چند بیمارستان هم در جنین و طولکارم تحت اختیار و محاصره ارتش اسرائیل هستش. در چهارمین هفته عملیات اوکراین در خاک روسیه، ارتش اوکراین خبر از هدف قرار دادن تاسیسات نفتی و زاغه‌های مهمات در خاک این کشور داده. در همین حال ارتش روسیه با افزایش فشار در اوکراین با استفاده از پهپادهای انتحاری و موشک مناطقی از شرق و اطراف کیف را مورد تهاجم قرار داده. این در حالی است که اوکراین به دنبال کسب مجوز برای استفاده از تجهیزات اهدایی غرب برای حمله به عمق خاک روسیه است. اردوان روزبه همکارم از واشنگتن دی‌سی با ما همراه شده. اردوان، اوکراین در چهارمین هفته حملات به خاک روسیه است. آیا هنوز در حال پیشرویه؟ آیا موازنه قدرت در این جنگ تغییری کرده؟ من بدون شک باید بگم موازنه قدرت از 6 اوت تا کنون در جنگی که از فوریه سال 2022 آغاز شده تغییر کرده، به این دلیل که پیش از 6 اوت عملاً اوکراین درگیر جنگی دفاعی بود و حالا نقش تهاجمی داره در خاک روسیه بازی میکنه. در آخرین حملاتش به انبار تاسیسات نفتی زنیت در کیروف عملاً یک عملیات رو با فاصله حدود 1500 کیلومتر فاصله از مرزهای شرقی اوکراین انجام داده. همچنین یک عملیات که منتهی به انفجار یک انبار و زاغه مهمات در مرزهای اوکراین در خاک روسیه شده نشون میده که اوکراین با توان جدی و بالایی میخواد این جنگ رو به صورت تهاجمی ادامه بده. البته گزارش‌ها نکته های جالبی رو میگن. از طرفی اوکراینی ها خواهان حمایت غربی ها هستن برای اینکه سلاح‌های تحویل داده شده به طور رسمی این فرصت رو به اونا بده که عملیاتشون رو در خاک روسیه ادامه بدن. ما میدونیم بعضی از این عملیات روز دوشنبه و سه شنبه حتی در نزدیکی سیبری و قطب شمال انجام شده که پهپادهای اوکراینی به اون مناطق رسیدن. گویی که ارتش روسیه میگه که اونها رو ساقط کرده و خسارتی وارد نشده، اما در نهایت این نشون میده که شیوه عمل کرده اوکراین در حال تغییر هستش. ساعتی پیش از این، یعنی شب گذشته، دست کم هم باز هم
عملیات گسترده روسیه در خاک اوکراین، در شرق و به خصوص در اطراف کیف ادامه داشته. ارتش اوکراین اعلام کرده 15 پهپاد رو با تجهیزاتی که داشته تونسته بزنه. این پهپادها در حال حاضر حتی با بعضی از موشک‌های اهدای زمین به هوا دارن مورد هدف قرار می‌گیرن و ساقط میشن. اما موضوع خیلی مهم در اینجاست که اوکراین میگه تمام این کارها رو برای این انجام میده که بتونه بر سر میز مذاکره بشینه. پیش از این روز گذشته ولادیمیر زلنسکی تاکید کرده بود که به دنبال گرفتن و اشغال خاک روسیه نیست، اما میخواد دست بالا رو داشته باشه و در نهایت هم با طرح صلحی قراره که ماه سپتامبر در نشست مجمع عمومی سالانه سازمان ملل متحد دیداری با جو بایدن داشته باشه، با طرحش رو مطرح کنه. اون گفته این طرح گسترده که حتی با رئیس جمهور بعدی هم آمادگیشو داره که ادامه بده. اما روسا بر این منوال نیستن. روسا معتقد هستن که نیروهای بیشتری رو خواهند برد به منطقه کورسک تا بتونن پیروزی رو به دست بیارن. در نهایت موضوع خیلی مهم برای این هستش که اگر غربی ها با همین فرمان اجازه بدن به این که اوکراینی ها از تجهیزات اهدای استفاده رسمی و بینه بکنن، ممکنه که اوکراینی ها میزان نفوذشون در خاک روسیه افزایش بدن. دیوید کوهن معاون CIA روز گذشته در یک نشست امنیتی و مطبوعاتی تأکید کرد که آنچه که اتفاق افتاده در کورسک فقط بخشیش روشن هستش و همه اطلاعات کافی در ارتباط با اون کاری که اونجا اتفاق افتاده ندارن. این مقام امنیتی امریکایی که به نوعی میشه گفت اولین اظهار نظر جدی رو در ارتباط با پیشروی اوکراین در خاک کورسک، یعنی در خاک روسیه انجام داده، اظهار نظر کرده، گفته روسیه بدون شک در تدارک یک حمله گسترده خواهد بود برای اینکه بتونه کورسک رو آزاد کنه، اما این مسیر آسانی نخواهد بود. اجازه بدین خیلی کوتاه کنم. دادستانی اوکراین یک پرونده کیفرخواست رو برای اولین بار هم بر علیه یک مقام ایرانی فایل کرده. عباس موسی شریفی کسی هستش که مستشار جمهوری اسلامی در روسیه بوده و اوکراین بر علیه او یک کیفرخواست رو فایل کرده که میتونه منتهی به زندان برای اون باشه. این اولین مقام غیر روسی هستش که پرونده کیفری بر علیه اون تشکیل شده به دلیل جنگ. اردوان روز به همکارم از واشنگتن دی سی همراه ما، متشکرم و سپاس از همراهی شما با این بخش از خبرهای ایران اینترنشنال. شب روز بخیر.